اطراف نزدیک شدنه. حالا این دوستانی که گرفتین رفتن زندان، آقای بهزاد نووی ایشون به من گفت، خودش گفت 4 روز قبل از اینکه انتخابات برگزار بشه حکم دستگیری منو گرفتن. آقا حالا فرض کنیم آقای بهزاد نووی که شما میگه کیسینجر عاملش بوده، من سوال میکنم از آقای دکتر، آقای دکتر که تا حالا کیسینجر برای ما تعیین کننده شده؟ اگه شما امام قبول داری که امام میگه امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، حالا کیسینجر یه زمان وزیر خارجه بوده یه حرفی زده این شد دیگه برای شما قال کیسینجر، اینجا حدیث شما برای ما مطرح میکنی؟ اگه کیسینجر نقش داشت که بتونی آشوب‌ها رو راه بندازه، چرا کیسینجر باعث نشد که آقای احمدی‌نژاد به قول شما رأی آورد رأی نیاره؟ آخه یه حرفایی نزنین که توش بمونین. ببین ما دیدیم یه عده رو گرفتیم کردیم اونجا زندان، با معیارهای اسلامی نمیخونه. خب مردم معترضن، هم از نظر اقتصادی به عمل کرد معترضن، هم از نظر سیاسی معترضن. ببین امام علی باز مالکشتر میگه از میان مردم کسی را به خودت نزدیک کن که حرف حقی را که تلخ است به تو بهتر و بیشتر بزند، در گفتار و کردارت که خدا برای دوستانت نمیپسندد کمتر تو را ستایش کند، هرچند این کار تو را ناراحت نماید و دلتنگ شوی. آقا مگه این روزنامه هایی که بستین غیر از انتقاد، انتقاد تلخ میگیم، چیز دیگه میکردن؟ کار دیگه انجام میدادن؟ آقای موسوی که به قول شما یه آدمی بود که من در دانشگاه میخواستم دانشجو رو ترغیب کنم که بهشون رأی بدن، میگفتن آقا این نماینده حاکمیت، این اصولگراست. آقای موسوی که متهم به اصولگرا بود و به اعتقاد من اصولگرا هم هست، اصول انقلاب، این آقای موسوی امروز شما تبدیلش کردیم به یک کسی که میگن آقا این سران فتنه است، یعنی تبدیلش کردیم به یه ضد انقلاب. آخه این هنر شما اینه، هنر حکومت اینه؟ بسیار عالی. اجازه بدین میگه از گفتن حق یا رأی زدن در عدالت باز میستید، که نه من برترانم که خطا کنم و نه در کار خیش از خطا ایمنم. این امیرالمومنین داره میگه. ما هر اتفاق میفته میزنیم توپ سر مخالفمون، مخالفمون که نه امکاناتی داره، نه رسانه‌ای داره، نه ابزاری داره، میگیم همش عاملش اوناست. ولی آقای زاکانی نمیگه آقا من چرا کاری کردم توی مجلس دولت رو نقدینگی اضافی تزریق کرده توی بساط جامعه، تورم سرسام ما رو بده، خب مردم ناراضی هن. این عدم رضایتون چجوری باید بیان کنه؟ آقای زاکانی یه راهکار پیش ما بذار، ما مخلص تماسی. ما میگیم قانون اساسی گفته اصل 27 مردم بیاد اعتراض کنن. ما که اومدیم یه راه بهتری پیشنهاد کردیم، گفتیم آقا شما بیاین نظراتتون رو بگین، ما هم نظراتتون رو میگیم، واقعا بذارین مردم از طریق پیامک بگن که چه حرفی رو بهتر قبول دارن. شما الان دارین برنامه بحث هدفمند کردن یارانه ها رو دارین دنبال میکنین. این هدفمند کردن یارانه ها در برنامه 4 توسعه طی فرآیند 10 ساله پیش بینی شده بود. شما در مجلس هفتم این طرح تثبیت قیمت ها رو آوردین، چون پلکانی سالی 10% قیمت رو افزایش پیدا میکرد، گفتین این عامل تورمه، اینقدر ساده انگاری کردین که فکر کردین با بخشنامه و با یه قانون میشه جلو تورم رو گرفت. دولت دچار کسری بودجه شد، 8000 میلیارد تومان پول بی پشتوانه چاپ کردین، ریختین توی بازار، اون تورم سرسامه به وجود اومد. بعد الان از این ور گود افتادین. در همین مجلس هفتم اقتصاددان مجلس آقای صبحانی اومد صحبت کرد، گفت بنزین باید بشه لیتری 30 تومان، ولی الان در مجلس هشتم میان میگه آقا بنزین باید 600 تومان، 700 تومان، 500 تومان، 400 تومان به بالا بشه. خب معلومه برنامه ندارین تو بحث اقتصادی. اگر شما برنامه 4 توسعه رو اجرا میکردین، که متاسفانه برنامه 4 که با ارز 19.5 دلار، یعنی بشکه 19.5 دلار نفت بسته شده بود در اون برنامه که من خودم درش مشارکت داشتم، باید این برنامه اجرا میشد. متوسط میانگین ما نفت حدود 80 دلار فروختیم، این برنامه به زمین ما اجرا نشد. و اگر اون اجرا میشد، شما الان میخواین هدفمند کردن یارانه ها رو اجرا کنین، خب قطعا این با مشکل مواجه میشین. بسیار. علتش هم چیه؟ علتش هم نداشتن برنامه است، نداشتن طرح، و اینها مردم رو عصبانی میکنه. من میگم آقا مردم نسبت به سیاست اقتصادی شما بحث پیچیده هم نیست دیگه، هر روز طرف میخواد پول بده بخره بیاره داخل خونه زندگی بکنه، با زندگی روزمره مردم سر کار داره. ما آقا ملت با این اعتراض دارن، انتقاد دارن، چجوری باید انتقادشون رو منتقل کنن؟ روزنامه منتقد که میبندین، اجازه راهپیمایی هم که نمیدین، اجازه اجتماعات هم که نمیدین، ما باید چیکار کنیم تو این کشور؟ آقای زاکانی توضیح بدین ما چیکار کنیم. یه راه حلی رو پیش شما بذارن. بیننده رو به فردا هستید آقای دکتر اطاعت. فقط من شما بالاخره نکاتی رو یادداشت کردین باید پاسخ بدید، منتها من خیلی علاقه مندم بالاخره یه بحثی به یک سرانجامی برسه، به ویژه راجع به انتقادی که شما از وضعیت اقتصادی داشتید
و بحث یارانه ها و اینها اگر روی این هم مستوفا توضیح بدید خیلی عالی. خدمتتون عرض کنم ببینید طرح تثبیت قیمت ها که دوستان در مجلس هفتم آوردن اتفاقا به خاطر جلوگیری از همون افزایش 10% بود که مشکلاتی رو برای کشور به بار آورد و اونجا هم در برنامه چهارم سرجمع همه یارانه ها بود که در طی فرایند پلکانی این کار صورت بگیره و اگه ما بخوایم دفعی این کار رو انجام بدیم، بله آقای خاتمی حرف درستی هم زده، همه ما هم موافقیم که در واقع یارانه ها هدفمند بشن، منتها مثلا اگر قرار هست بنزین یه باری قیمتش آزاد بشه، این ما با زیرساخت‌های حمل و نقلمون درست کنیم، مثلا متروی تهران توسعه بدیم، اهواز، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز و جاهای دیگه، به مرور ماشینامون گازسوز کنیم که زندگی مردم از بنزین منفک بشه و بعد دیگه اومدیم بنزینم آزاد کردیم، خیلی آسیبی به مردم نمیزنه. خدمتتون عرض کنم اگر نماینده مجلس بودید الان، نه مجلس هشتم،